سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. در این ویدیو به بیوگرافی محسن فروزان، فوتبالیست مشهور و همسرش نسیم نهالی که در حرفه مدلینگ فعالیت داره رو مرور می‌کنیم. محسن فروزان یکی از مشهورترین دروازه‌بان‌های ایران است که با ایستادن درون دروازه تیم استقلال به شهرت رسید. او و همسرش نسیم نهالی یکی از پرحاشیه‌ترین زوج‌های ورزشی هستند. چندی پیش محسن فروزان از تیم خودش اخراج شد و موج گسترده‌ای از حواشی به راه افتاد. در ادامه تا پایین این ویدیو همراه ما باشید تا با این بازیکن فوتبال بیشتر آشنا بشید. محسن فروزان مصر دشتی متولد 14 اردیبهشت 1367 در رشت دروازه‌بان فوتبال اهل ایران می باشد. او فوتبال خودش را از تیم‌های پایه شهرداری خمام و داماش گیلان آغاز کرد و در سن 16 سالگی به تیم بزرگسالان داماش پیوست. سپس برای انجام سربازی به مدت 2 سال به تیم نظامی ملوان رفت. او اولین بار در فصل 88-89 دروازه‌بان فیکس داماش گیلان شد. او در سال 89 به تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پیوست و پس از پایان فصل در سال 1390 به تراکتورسازی تبریز ملحق شد. فروزان در سال 92 دوباره به گسترش فولاد بازگشت و با اتمام سال با قراردادی 2 ساله به تیم تراکتورسازی تبریز آمد. اما پس از مدتی قرارداد خودش را با تراکتورسازی فسخ کرد و در تیر ماه سال 93 با قراردادی 2 ساله به استقلال تهران پیوست. او در خرداد ماه سال 97 با قراردادی 3 ساله مجدداً به تراکتورسازی بازگشت. در سال 1382 به تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران دعوت شد و در مسابقات نوجوانان آسیای ژاپن در سال 83 حضور یافت که منجر به کسب مقام 4 ایران شد. دعوت به تیم ملی جوانان ایران در اواخر سال 83 حضور در مسابقات جوانان آسیا در کشور هندوستان در سال 1384، کسب عنوان بهترین دروازه‌بان در مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان در کشور دانمارک در سال 2005 میلادی که تیم ملی فوتبال دانش آموزان ایران در اون سال قهرمان جهان شد. سال 86 دعوت به تیم ملی المپیک ایران و حضور در مسابقات مقدماتی المپیک سال 2008 از جمله سوابق ملی فروزان است. محسن فروزان در سال 2012 با درخششی که در بازی‌های لیگ داشت توانست نظر کیروش رو به خودش جلب کنه و به تیم ملی بزرگسالان دعوت بشه. فروزان دروازه‌بان ذخیره تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 2015 بود. فروزان دارای 2 برادر و 1 خواهر و فرزند آخر خانواده است. پدر او از نظر وضعیت مالی در شرایط خوبی بوده و به گفته خود او طعم فقر رو نچشیده، اما برای فوتبالیست شدن سختی زیادی کشیده. او به لباس پوشیدن خود توجه فراوانی میکنه و پول زیادی برای اونها خرج میکنه. او درباره نظر خانوادهش درباره فوتبال گفته: من در یک خانواده والیبالیست بزرگ شدم. همه خانواده ما والیبالیست بودند و کسی فوتبال رو دنبال نمیکرد. برادر و خواهرم والیبال بازی میکردند و داییها و عموهایم همه والیبالیست بودند. از روزی که فوتبال رو شروع کردم، پدرم دیگه به من پولی نداد و من رو تحریم مالی کرد. چون مخالف فوتبال بازی کردن من بود، پول تو جیبی هم به من نمیداد. اما من چون خیلی علاقمند فوتبال بودم، پیاده میرفتم سر زمین تا فوتبال بازی کنم. من فقط به دنبال فوتبال بودم که خب خانواده اصلا موافق فوتبال بازی کردن من نبود. او گفته مخالف اصلیش پدر و برادرش بودن که با وجود پیشرفت‌های او در زمینه فوتبال، الان مشوق او هستند. فروزان در سال 95 بخشی از سرمایه خودش رو وارد رستورانداری کرد و اولین شعبه خودش رو در تهران افتتاح کرد تا به جز فوتبال دغدغه دیگه هم داشته باشه. محسن فروزان در سال 1395 وقتی 28 ساله بود با یک مدل معروف به نام نسیم نهالی ازدواج کرد. خانم نسیم نهالی در تبریز دانشجو بود و محسن هم در تیم گسترش فولاد تبریز بازی میکرد. این دو پس از آشنایی چند سالی با هم دوست بودن و سپس تصمیم به ازدواج گرفتن. نسیم نهالی در مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفته بود که من از فوتبال بدم می اومد و اصلا نگاه نمی کردم و هیچ بازیکن و فوتبالیستی رو هم نمی شناختم و هیچ وقت فکر نمی کردم که زمین بچرخه و دقیقا با یک فوتبالیست وارد رابطه بشم. محسن در این باره گفته
من در چند سال اخیر در شهرهای زیادی فوتبال بازی کردم. در تبریز برای گسترش فولاد و تراکتور بازی کردم. در بابلسر برای خونه به خونه در سیاه جامگان مشهد بازی کردم و در تهران هم حضور داشتم. و همسرم در اون 3 سال که صرف شناخت از یکدیگر کردیم روی این موضوع کاملا شناخت پیدا کرد و این رو متوجه شد که یک فوتبالیست خانه بدوشه و باید یک چمدون داشته باشه و هر سال جابجا بشه. من شرایط اخلاقی خاصی دارم و در فوتبال ما بازیکنی مثل من رو کمتر میپسندن. مربیان و مدیرعامل‌ها بازیکنانی رو دوست دارن که اگر بدترین بلاها رو سر اونها بیارن بازیکن حرفی نزنه و اعتراضی نکنه. برای همین چند سال بود که حتی در نیم فصل جابجا میشدم و این شرایط رو سخت‌تر کرده بود. با این حال این شرایط رو همسرم به خوبی درک کرده و روی اون شناخت پیدا کرده. اما انتشار عکسای 2 نفره و بدون حجاب همسرش تا مدت‌ها او رو وارد حاشیه کرد. محسن فروزان به مدت 3 ماه از حضور در میادین رسمی محروم شد. این حکم توسط کمیته اخلاق صادر شد و دلیل اون هم عکس‌های شخصی این دروازه‌بان بوده که در فضای مجازی منتشر شده. طبق حکم کمیته اخلاق، اجرای این مجازات به مدت 6 ماه به صورت تعلیق درآمد و در صورت بروز تخلف از ناحیه این دروازه‌بان در مدت تعلیق، حکم تعلیقی به مرحله اجرا درخواهد آمد. محسن فروزان بعد از تبانی خود در تیم تراکتورسازی تبریز روزهای شلوغی رو در صفحه اینستاگرامی خودش گذروند که موافقان و مخالفان ایشان با کامنت‌های خودشون باعث افزایش و کاهش روحیه این دروازه‌بان سرشناس کشورمون شدند. محسن فروزان در 23 فروردین 98 بود که در بازی حساس تراکتورسازی تبریز و سپیدرود رشت با دریافت 3 گل بسیار ساده و مشکوک توسط مالک باشگاه محمد رضا زنوزی اخراج شد. او در این بازی 3 گل دریافت میکنه که هر 3 گل به نظر دسیسه‌ای برای برد تیم همشهریش یعنی سپیدرود رشت بوده. اما خودش این تبانی رو رد کرده. مسئله تبانی محسن فروزان از دقایقی بعد از بازی تیم تراکتورسازی و سپیدرود شروع شد که هواداران خشمگین تبریزی از بازی ضعیف و دروازه‌بان تیم شهر خودشون و دریافت گل‌های مشکوک بسیار ناراحت بودند که پس از همان بازی عده‌ای از این هواداران در شبکه مجازی به توهین علیه فروزان و همسر او پرداختند و عده دیگری هم به کاروان تیم تراکتورسازی تبریز که محسن فروزان در اون کاروان حضور داشت حمله ور شدند و درگیری خفیف فیزیکی با ایشان داشتند. محسن فروزان قبل از این بازی تعداد زیادی کلینشیت داشت و هواداران به سنگربان خودشون اعتماد داشتند. اما به یک باره این اعتماد 180 درجه چرخیده و به دلیل نارضایتی هواداران و کادر فنی تیم از عملکرد مشکوک این دروازه‌بان در این بازی، مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز آقای زنوزی دستور به اخراج دروازه‌بان تیم خود داد تا این شک‌ها و تردیدها به اوج خودش برسه. محسن فروزان در مصاحبه‌ای گفته متاسفانه شنیدم مالک باشگاه تراکتورسازی در تحلیلی که احتمالاً حاصل تفکرات مشاورانش هست اعلام کرده که چرا اشتباهات من فقط در مقابل سپیدرود است. همونطور که بارها گفتم فوتبال بازی اشتباهات است. به من تهمت‌های فراوانی زدند که همواره در مقابل سپیدرود اشتباهاتی کردم. اما دوست دارم یک بار بدون قضاوت و پیشینه ذهنی این ویدیوها رو ببینید. در بازی نخست مازیار زاره که همبازی و دوست خوب من هست به اشتباه توپ رو به بازیکن رقیب داد و مهاجم سپیدرود با من تک به تک شد و دریبل کرد. سال بعد هم ایمان سلیمی اشتباه کرد و توپ به بازیکن رقیب رسید. او هم اون رو تبدیل به گل کرد. خاطرم هست که بعد از بازی مربیان به ایمان سلیمی گفتن اون توپ رو باید دفع می‌کرد اما به اشتباه بدن گذاشت و توپ رو به بازیکن رقیب تقدیم کرد. بعد از همون بازی رضاییان مدیرعامل وقت باشگاه که شخصی فوتبالی بود میتونست من رو اخراج کنه اما هرگز به تصمیمات خارج از زمین و از روی احساس توجه نکرد. آیا نمیتوانست بگوید که تو سال قبل هم در مقابل سپیدرود اشتباه کردی و انگ توانی به من بزند؟ آیا من باید تاوان اشتباهات سایرین رو در تراکتور پس بدم؟ من در خونه به خونه 5 بازی بیشتر انجام ندادم که در همین بازی که روی چمن مصنوعی بود آن صحنه اتفاق افتاد. به طور کلی من با زمین چمن مصنوعی مشکل دارم. توپ حرکت درستی نداره و پاس‌ها درست نمیرسه. همه میدونن انگ‌هایی مثل شرط بندی به من نمیچسبه. اما حاشیه‌های محسن فروزان و همسرش به اینجا ختم نمیشه. نسیم نهالی همسر محسن فروزان به عنوان مدلینگ در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت میکرد.
که در همین مدت چندین عکس از یک سایت شرط بندی گذاشت که البته با فراخوان محسن فروزان از سوی کمیته انضباطی این عکس ها رو از صفحه اینستاگرام خودش حذف کرد. در روز نهم اردیبهشت سال 98 محسن فروزان و همسرش توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران دستگیر شدند. اتهام آنها تبانی و شرط بندی غیرقانونی بود. دادگاه فرهنگ و رسانه در دیماه حکم به براءت این دو نفر داد. با توجه به شهادت افراد، بازرسی حساب محسن فروزان، همسر و خانوادهش هیچ دلیلی برای صدور حکم علیه این افراد یافت نشد. فروزان بعد از تبرئه شدن به فوتبال بازگشت. او در مورد اتهاماتش گفت: بعد از 15 ماه ظلمی که در حق من شد به فوتبال بازگشتم و خدا رو شکر که از این موضوع سربلند بیرون آمدم. فقط نیاز به تیم داشتم که برگردم به فوتبال بازی کنم. خیلی از باشگاه‌ها فکر می‌کردن من محروم هستم و نمیتونم بازی کنم. ولی با اومدن به پارس جنوبی و بازی کردن در مقابل استقلال، همه مسئولین متوجه شدن که به فوتبال بازگشتم. می‌خواستن مرا قربانی فوتبال ایران کنن تا عده‌ای دیگر شرط‌بندی نکنن. در صورتی که اصلاً ما این کارو انجام نداده بودیم. می‌خواستن مرا مادام العمر محروم کنن. اما خدا رو شکر کار به قوه قضاییه کشید و رأی به من تعقیب به ما دادن. نیم ساعت بعد بازی چه سندی به دست زنوزی رسید که آمد و علیه من مصاحبه کرد. قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و پلیس فتا 11 ماه روی این پرونده زحمت کشیدند. مسئله این است که دانش فوتبالی در باشگاه تراکتور نیست و مسئولین این باشگاه علم ورزشی و علم فوتبالی ندارند. آمدن یک مصاحبه کردند و جایی که با توجه به 5 بازی باقی مانده می توانستیم قهرمان شویم، همه چیز را خراب کردند. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدون